همراه میشیم با سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از لندن. خانم تحویلی، در مورد این بدافزار مهاجم که گفته شده خب از جنس APT هست، لطفا برامون بیشتر توضیح بدین و چطور کار میکنه و چه قابلیت هایی داره؟ ببینید، ATP در واقع یک ترمینولوژی هست، یک اصطلاح هست که مخفف Advanced Persistent Threat یعنی تهدید مستمر پیشرفته هست. هر کدوم از این کلمات به دلیلی میاد. وقتی در مورد تهدید صحبت میکنیم، یعنی اینکه برای این هک اهداف سیاسی در نظر گرفته شده و مهمتر از اون عوامل انسانی نقش دارن، یعنی مشارکت انسانی بیشتر از مشارکت شاید تکنولوژی بوده، یعنی که یک نرم افزار یا یک بد افزار یا یک ویروس به شکل خودکار لزوماً اون سیستم نشده، عواملی در صحنه بودن که کمک کردن، حالا یا برای ورود به سیستم یا برای اینکه کمک بکنن نقطه ضعف سیستم پیدا بشه یا برای اینکه حالا اون تکنیک ها رو اجرا بکنن. قسمت پیشرفته به این اشاره داره که مجموعی از تکنولوژی ها استفاده شده. حالا این تکنولوژی ها میتونه از روش های استراق سم سنتی باشه تا تکنولوژی پیشرفته هوش مصنوعی که امروز استفاده میشه. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که ورود به سیستم از چند جهت انجام شده، از یک گپ امنیتی استفاده نشده برای اینکه به سیستم وارد بشه. قسمت مستمر این رو نشون میده که هکرها در واقع عجله‌ای برای اجرا کردن این عملیات نداشتن. یعنی چی؟ یعنی ورود به سیستم ممکن هست یک سال پیش انجام شده باشه، اما به دلایلی و معمولاً به دلایل سیاسی صبر میکنن که اون عملیات رو حالا در روز مشخصی انجام بدن. مثال خیلی خوبی که در این مورد میتونیم بیاریم مثلا ویروس استاکسنت هستش که در سال 2010 تأسیسات هسته‌ای نتنز رو مورد حمله قرار داد. در واقع ورود به سیستم، آنالیز سیستم، پیدا کردن افرادی که در اونجا کار بکنن و پیدا کردن ضعف امنیتی سیستم خیلی قبل‌تر از اون انجام شده بود، اما روز اجرای عملیات بنا به دلایل سیاسی و امنیتی به روز دیگه‌ای موکول شده بود. خانم تحویلی، خب این دومین باره که حمله گسترده به سامانه‌های سوخت در ایران صورت میگیره، آیا ممکنه عاملی در ایران در این حمله ها مشارکت داشته باشه؟ بله، مخصوصا وقتی که ایشون اشاره کردن که APT هست، در واقع بخش اولش این هستش که عوامل انسانی نقش بسیاری دارن در همچین چیزی. اما چیزی که خیلی مهم هست، ببینین از دو سال پیش تا یعنی از بار اولی که حمله به سوخت جایگاه سوخت رو داشتیم تا امروز، ببینین کاری که برای ارتقای سیستم انجام نشده، حتی تمهیداتی که بعد از انجام هک، بعد از کار افتادن سیستم انجام شده، با دو سال پیش با چند سال پیش هیچ فرق نکرده. به قول خودشون سیستم رو آفلاین کردن. یعنی چی؟ یعنی افراد با کارت سوخت نمیتونن، از کارت سوخت نمیتونن استفاده کنن و از طریق کارت بانکیشون نمیتونن پول مثلا بنزین رو بپردازن. این کل تمهیداتی بوده که اینا از چند سال پیش تا الان اجرا کردن که در واقع در دنیای مدرن، در دنیای امروز اصلا اینها جزء تمهیدات حساب نمیاد. به جای اینکه ارتقا بدن امنیت سیستم رو، به جای اینکه پیدا بکنن از چه طریق وارد این سیستم شده، نقص امنیتی این سیستم چی هست، به همون عملکردی رو داشتن که چند سال پیش داشتن. متشکرم از توضیحات شما سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از لندن.